نخواستم بیای پاسگاه به خاطر اینکه میدونستم در جریان پرونده معتمدی دخالتی نداشتی. با این حساب شما اون شب، شب حادثه رو میگم، همراهی کردی آقای معتمدی رو تا کنار ماشینش و بعد هم برگشتی مسجد، درسته؟ بله، اون شب حاجی معتمدی اصرار داشتن که تنها برگردن، ما هم نگرانشون شدیم، با یکی از بچه ها همراهشون کردیم. اون اطراف مورد مشکوکی ندیدی؟ مثلا چی؟ مثلا رفت و آمد مشکوکی، آدم مشکوکی، ماشین مشکوکی، چیزی که غیر عادی به نظر بیاد. نه، اتفاقا همه چی خوب و عادی بود. ما حاجی معتمدی رو رسوندیم، بعدش هم برگشتیم مسجد. شما چند ساله که اسماعیل زاهدی رو میشناسی؟ چندین ساله با هم رفیق هستیم، من و هادی و اسماعیل، رفت آمد خانوادگی داریم. چطور؟ یعنی شما اون شب به هیچ وجه اسماعیل زاهدی رو ندیدی، درسته؟ سرکار مرادی، من مطمئنم اسماعیل تو این پرونده نقشی نداره. ما چندین ساله با هم رفیق هستیم، اسماعیل اصلا اهل اینجور کارا نیست. شما به هر کسی میتونین شک کنین غیر از اسماعیل. به غیر از اسماعیل؟ بسیار خوب، ممنونم از شما. خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ شما. میگم مامان، اسماعیل از دیشب تا صبح بیدار بودا، برای اتاقش تا صبح روشن بود. آره دختر، خودم هم فهمیدم، چند بارم اتفاقا رفتم بهش گفتم چرا نمیخوابی، گفت خوابم نمیبره، بچم این روزا خیلی تو خودشه، از چشاش غم میباره، نمیدونم با خدا چی کار باید بکنم. من که میگم هر چی که هستا زیر سر این دختر ریحان است. چه میدونم والا، خودش دید که چجوری ما رو سنگ روی یخ کردن. میگم این پسر یه ذره غرور نداره. ول کن تو اون گلو، پاشو برو، یه عالمه کار داریم. بودو دختر. چرا دوباره نمیریم براش خواستگاری؟ برای کی؟ اسماعیل دیگه. تو که از همه بهتر میدونی رضا، دوبار که براش رفتیم خواستگاری، دفعه آخرم که به عقد رسید، هم آقاته این بار همه چی رو به هم زد. تو بودی میرفتی؟ آبرومون بین مردم رفت. من نمیدونم این اسماعیل ما چشه که انقدر آقاته این بار داره تاخچه بالا میذاره. آخه اسماعیل داره اینجوری داغون میشه مریم. میگی چی کار کنیم؟ همون دوباری هم که باش رفتیم خواستگاری ها، راضی کردن با مامان من یک سال طول کشید. انقدر این اسماعیل التماس و اصرار کرد تا بابای من راضی شد براش بره خواستگاری. نمیدونم بالا، آقا جان من اصلا از آقا تیمور خوشش نمیاد. نمیدونم والا، هرچی خدا بخواد تموم میشه. حالا رامی گوشی میگردم. مامان، ریحانه، کسی خونه نیست؟ الو الو، ای جلیل، آخه واسه چی اینقدر بهم زنگ میزنی؟ رامین من حوصله ندارم، واسه ندارم دیگه، داره حوصله‌مو سر میبری. یا تو اون روی منو ندیدی؟ یا تو مثل که حالت خوش نیستا، من تو خونم، میفهمی؟ خیلی خوب، زنگ زدم بهت بگم من پولمو میخوام گرفتارم. دیگه اسکناس میخوری؟ دمی چند روز پیش اومدی ازم دستی گرفتی؟ بابا تو همیشه لنگ 2000 پول بودی، الان با این ولخرجی که داری میکنی این روزا ما رو گرفتار میکنی. یا جلیلا، ای کی گفتم بهت؟ اونش دیگه اصلا به تو ربطی نداره، من سهممو میخوام. خودم میدونم با پولم چیکار کنم.
من سهمم رو میخوام، میفهمی؟ خیلی خوب، اینقدر سمسر نکن. همین الان میخواستم بهت زنگ بزنم. آماده شو، چون میبینمت که پولا رو تقسیم کنیم با هم. باشه، کجا بیام؟ ساعت 8:30 ببینمت. ویلای خانوادگیمون. همونی که تو جنگله. لار چشمه، بلدی؟ آره، ولی چرا اونجا؟ ده ما که نمیتونیم وسط بازار ماسول پولا رو تقسیم کنیم. جلیل، شنو مادرت دیگه بهم زنگ نزن. زود باش میبینمت اونجا. خدافظ. خدافظ. الو، سلام آقا اسماعیل. الو، سلام، حال شما چطوره ریان خانم؟ بفرمایید. نمیخواستم مزاحمتون بشم ولی... ولی چی؟ راستش میخواستم بگم میتونم این حرفایی که میزنم بهتون بین خودمون بمونه؟ بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید. آخه تنها کسی که فکر میکنم میتونم باهاش صحبت کنم شما این. اما نمیدونم اصلا کار درستی به شما زنگ زدم یا نه. باشه باشه، خونسرد باشین، بفرمایید چی شده. راستش من هیچی آقا اسماعیل، اصلا من اشتباه کردم، کار خاصی نداشتم، بعدم باهاتون صحبت میکنم. الو الو الو، چرا قطع کرد؟ الو الو، چرا قطع کردین ریحان خانم؟ میخوام یه قولی بهم بدین، یه قول مردونه. بله، قول میدم. میخوام این چیزایی که بهتون میگم حتما بین خودمون بمونه. من قول میدم. بفرمایید جریان چیه؟ چجوری بگم؟ مطمئن نیستم ولی فکر میکنم رامین چی شده؟ من فکر میکنم پای رامین تو قضیه گم شدن پولا و آقای معتمدی گیر باشه. گم شدن پولا؟ قضیه امامزاده چه ربطی به رامین داره؟ شما مطمئنی؟ مطمئن که نه آقا اسماعیل، واسه همین با شما تماس گرفتم. حتی راجع به این قضیه نمیتونم با بابام صحبت کنم. اما من شنیدم که امشب با جلیل قرار گذاشتن. کجا قرار گذاشته؟ نزدیک باغ پدریمون، سمت لارچشمه رو میگم. میدونید کجا رو میگم؟ آقا اسماعیل من خیلی میترسم. آره آره میدونم، شما فقط آروم باشین، من خودم میرم اونجا ببینم قضیه چی. فقط آقا اسماعیل، این چیزایی که بهتون گفتم بین خودمون بمونه ها، پای آبروی من و خانوادم در میونه. قول بدین بهم. قول. چشم، قول میدم. خداحافظ. Thank you.
سلام حاجی، خسته نباشی. سلام فاطمه خانوم، مونده نباشی. خیلی ممنون. میگم اسماعیل باهات نیومد؟ مگه نیومده؟ یه سری وسایل بهش سپردم برام از مغازه بیاره، ولی تا الان که نیومده. نگران نباش، حالا طوری نشده که همین دوره برست دیگه، میاد. سلام آقا جان. سلام دختر بابا، عزیز بابا، خوبی؟ ممنون آقا جان، خسته نباشین، این هر بدین به من. آخ خدا تو رو برای من و مادرت نگه داره انشالله. مریم جان، به داداشت یه زنگ زدی؟ آره زنگ زدم مامان، اما بر نمیداره که. حاجی فاطمه خانم، نگران نباش، همین دوره براست، میاد. من دارم میرم یه سری مسجد کار دارم، اصلا شاید اونجا باشه، اگه بود میگم زود بیاد خونه. خدا حافظ، خدا خیرت بده حاجی، به سلامت. جلیل جون، گفتم امشب بیای کنار هم باشیم، کنار این آتیش چایی هم بزنیم. بعدش من نمیدونم تو چرا انقدر عجله داری، هی چند روز زنگ میزنی پول پول پول. گفتم بذار آبو از آسیا بیفته، این پول هم چشم میام خوردش میکنیم. عجله داری یا میتونی کاری کنی تا عالم و آدم بفهمه که ما چی کار کردیم؟ خلاصه چی؟ چایی تو بخور. تکلیف پولا باید روشن بشه یا نه؟ خودت که میدونی من چهات گرفتاره. آره من این پنجتومانی واسه گذاشتم کنم، میرم بیرم. چی؟ پنجتومن؟ آره دیگه. مگه با بچه طرفی؟ این همه گرفتاری به خاطر پنجتومن؟ اوکی چی شاکار که نکردی؟ یه شب بود دیگونم دو سه ساعت. پنجتومن بستت هم هست. تو فکر میکنی من نمیدونم چقدر پول تو اون کیفه؟ اولا که اون پول جمع شده 6 ماهه. دوم من میدونم چند تا آدم ثروتمند و پولدار به امامزاده کمک میکنن. رو همه اینا نظر و نیاز مردم هم هست، طلا جواهر. من از همه اینا سهممو میخوام، میفهمی؟ چقدر؟ سهمت چقدر؟ نصف نصف. چی؟ نصف نصف؟ خود تموم برنامه ریزی و تموم این کاراش هم پای من بود. ماشینو کی ردیف کرد؟ من. تازه با بلایی که سر معتمدی اومده اصلا معلوم نیست چه بلایی سر ما دو تا بیاد. تو هم اینو جغت شون باش. بابا اگه من نبودم این فکر به کله تو میرسید، کی می‌خواست این کارا رو بکنه ها؟ بعدش هم منم این لابلا کلی بهت پول دادم، حواست به اونا هم باشه. الان من 30 تا میخوام. چه خبره؟ گفتم شبیه پول بس کنی. گفتم یا نگفتم؟ من آب از سرم گذشته.
توی زندونم که به تنم خورده، آبرونم که سر این کار گذاشتم، میفهمی؟ اینجا هم که خودم و خودت تنهایی، از خود فکرات کن، همین الان جوابم بده. که چی؟ موقع تهدیدم کنی؟ باش، اصلا خوشم اومده ازت، دو سه تا دیگه میذارم روش. یعنی تو واقعا فکر کردی من اینقدر احمقم که اون پولا رو اینجا همراه خودم داشته باشم؟ تو به کسی گفتی ما داریم اینجا؟ نه. به پدر نگفتی که ما اومدیم اینجا؟ اگه خول شدی؟ من میرم از چرخی بزنم. چایی تو بکنم برم پولا رو بردارم بیارم. چقدی هست؟ 5 تا دیگه. باشه، گفتم فردا بقیش برات میارم. مطمئنم که اینجا هست. یعنی کسی دوباره در بود؟ سکو کجا میری تو؟ کسی دوباره نکرده اینجا؟ نه، مگه از دور تو اینجا هم که سکو شاید چند نفر باشن، شاید پلیس ها باشن. جلیل، من اسم خوبی ندارم، نمونیم بهتره. رفتم، همینه میخواستی؟ اینقدر سر صدا کردی تا رفتم. اسماعیل بودو، رضا کجا داری میری؟ رضا صبر کن، نمیخواد دخالت کنه، من خودم میدونم دارم چیکار میکنم. فرار میکنه، چی میگی تو؟ به تو مربوطی نیست، نمیخواد دخالت کنه. به تو مربوطی نیست. اه، نمیخواد زنگ بزنی پاسکا؟ شده اسماعیل، الان بهترین فرصته، میتونی بریم بگیریمشون تا پلیسا برسن. من نمیتونم بهت توضیح بدم، برو خونه، برو برو، خودت از این ماجرا بکش بیرون. از چی میترسی اسماعیل؟ من تا آخرش باهاتم، بهت زنگ بزنم. انقدر ادامه ندی رضا، لجبازی نکن، برو خونه، برو. اصلا اومدنت اشتباه بود. چیو داری از من پنهون میکنی لعنتی؟ من چیزی برای پنهون کردن ندارم. چطور دیدی نهیدی؟ برو خونه، برو. من تا تکلیف این پس پترتا رو مشخص نکنم اینجا نمیرم. اگه ما الان جلوشون نگیریم میگیم شریک جرم، میفهمی؟ پای تو هم که توی قضیه گیره. به درک، من خودم بهتر میدونم. نکنه تو هم، نکنه چی ها؟ نکنه چی؟ اصلا نکنه به خاطر این دختر ریحان از خودت باختی. پای اونو وسط نکش، تو به خاطر اون فشانت هم زیر پات گذاشتی. فکر میکنی نفهمیدم که باشی باش تلفنی حرف میزدی؟ بس کن، برو خونه.
مسجد بودم فهمی این مسجد رو دزدیدن حاجی معتمدی رو کشتن میگم من میدونم دارم چی کار میکنم تو فقط به من اطمینان کن همین نمیخواد بری دنبالش بیا بریم دنبالش میگم نمیخواد بری دنبالش تو چرا حرف گوش میکنی اه؟ چیه چون داداش ریحان هست نمیذاری بره چی تو چی داری میگی حرف دهنه تو بفهم اصلا میفهمی چی داری میگی اه؟ رضا جان رضا داداش چشو تو باز کن داداش داداش تو رو به امام حسین چشو تو باز کن من دارم میترسم رضا رضا جان رضا من نمیخواستم مولد بدم نمیدونم چرا اینجوری شد رضا تو رو خدا یا امام حسین میزنی یا جلیل چرا خودتو باختی آخه بدبخت مگه ما چیکار کردیم با ما رو چرا سبودیم توی باغ داشتیم حرف میزدیم آن بعدش هم اومدیم بیرون این کجا جرمه پس نباید در میرفتیم نباید در میرفتیم باید همونجا میموندیم رب در گوشم خوندی دریم اینجوری شد بابا پولا دست تو بود یا نه خواهی که میگرفتنم چی میخواستی بگیم خواستی این پنبلو از کجا اومده تو بهت میخوره که 5 میلیون پول عملت باشه خانم که در رفتیم تموم شد مدرکم نبوده میگم اصلا شاید پلیس نبوده باشه یه رهگذر چیزی بوده باشه از بیرون باغ صدامونو شنیده باشه فضولیش گل کرده گفته برم تو باغ ها میگم بیا برگردیم ببینیم چی بوده نه حالا اگه برگردیم خیلی زایه است طرف اگه راپورت اونو داده باشه باید بگیم چرا در رفتیم با دیوار آشا که بلنده تو دیگه چرا این حرفو میزنی جلیل 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 دقیقه صبر کن صبر کن دقیقه جلیل جلیل صبر کن جلیل منتظر کی هستی؟ سید رضا دیر کرده میاد نگران نش خود حالا سابقه نداشت دلم شور میزنه بچه که نیست خانم دیر نکرده ببریم بچه ها گرست نشنه شامشونو بهشون بده میاد Thank you.
خانم فرسا من یه تصادفی دارم. شما باش تصادف کردید. من نه یه مطری به این صدا فرار کردم. باشه آقای رضایی برام کار. بله امین. جاده افتاده بود. دیدم کسی کمکش نمی کنه. من هم آوردمش می کنم. ببخشید. فقط یه چند لحظه باید وقتتون رو بگیرم. فقط شما باید اینجا باشین. تو ما نگفتیم از بیمارستان نباید خارج بشین. این فرم هم باید پر کنید. ببخشید این فرمی که میگیم برای من مسئولیت داره؟ شما که محبت کردید بیمار رو آوردید. مشخصات خودتون رو بیمار رو بگید تو ما به خانوادهشون هم اطلاع بدید. اسمت بود؟ من بله؟ کدوم وقت؟ باشه الان پرونده بیمار قبلی رو اگه نوشتین تحویل بدین بخش. بعد جواب آزمایش خانم هوشان اگه آماده است تحویل بدین. فقط یه فرم دیگه هم هستش. انتظامات باید پر کنید. انتظامات؟ بله خودشون میگن. پرونده این بیمار هم بدین با آنکال متخصصش باید تماس بگیرم. سریعاً باید برم اتاق خانم همراه بیمار کجاست؟ همین الان اینجا بود. پیداش کنیم بیارینش. اتاق عمل هم آماده کنیم. تا یکی دو ساعت دیگه ایشون باید عمل بشن. چش همین الان پروندهش اونها که اینجاست شمارش هم پیدا میکنم تماس میگیرم میگم مدرکشون هم بیارم که برای عمل نیازه. متشکرم. بله بفرمایید. سلام علیکم. من بله من خودم هم. کی؟ شما مد... بله 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 درسته. من پدرشم. کجا؟ یه لحظه اجازه بفرمایید یادداشت کنم. چی شده صدقا؟ رضا بیمارستانه. تمومه دلخوشی هامو به دست بی کسی دادم. چه تاوانی از این بدتر که از چشم تو افتادم. حالا دلگیر دلگیرم، حالا دل سرد دل سردم. بگیر دستامو تو دستت، کمک کن تو که برگردم. تو این شبهای دلتنگی یه حسی تازه در پیشه. تو هرچی مهربون میشی دل من تنگتر میشه. نشستن داره هی عذابم میده. میخوام پر بگیرم رهاتر بشم. میخوام با تو از بندشم بگذرم. میخوام با خودم آشناتر بشم. نشستن داره هی عذابم میده. میخوام پر بگیرم رهاتر بشم. میخوام با تو از بندشم بگذرم. میخوام با خودم